خب بسیار خوب، خیلی خوش آمدید خانم سر بحرمی به برنامه ما. من به بینندگان عزیز بگم آقای کمیلی تو راهن، اجرای نمایششون تموم شده، الان تو راهن و به زودی به ما خواهند پیوست. خب ما طبق معمول ابتدا میگیم که مهمان برنامه با دوربین این تلویزیون اینترنتی صحبت بکنه تا ما بتونیم سوالاتمون. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. قطعا یکی از افتخارات زندگی من قرار گرفتن روبروی آقای جیرانیه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم خانم، خسته نباشید. من بازی بسیار خوبی کردید تو فیلم، دستتون درد نکنه، فیلم های قبلیتون هم خوب بود. برگردیم به اصفهان. بله. تا چند سالگی اصفهان بودی؟ 20. تا 20 سالگی اصفهان بودی؟ اوپا، خاطراتت پس سینمای اصفهانه دیگه. آره بله. آره، دیپلم اونجا گرفتی بعد اومدی دیگه؟ بله، برای دانشگاه از اصفهان اومدم بیرون و بعدش دیگه موندم. خب خانواده که با رفتن سینما مشکل نداشت؟ میرفتیم سینما دیگه. من بهترین مشوقم در بازیگری پدرم. بله، چه خوب. پدر شغلش چیه؟ پدر من مینیاتور خوندن اما شغل آزاد داشت. بسیار خوب. خب یادت میاد چه فیلمی رو تو بچگی دیدی خیلی رو تاثیر گذاشت؟ نگی دزدر و سگ. دزدر و سگ هم باشه جز بشه تو واقعا. نه، ولی اتفاقا خیلی فیلمای جدی تری تو ذهن من هست، به خاطر که من میگم پدرم خیلی عاشق سینما بود و من یادم نیست که از کی به این فکر کردم که باید بازیگر بشم، چون ایشون همیشه مشوق من بودن. من فکر میکنم آرزوی پدرم بیشتر تا آرزوی خودم. چه خوب. ولی خیلی ماجرا جدی بود برام، یعنی همیشه من میبردن سینما، من فیلم میدیدم، خیلی قضیه رو جدی دنبال میکردیم، به سیمرغ فکر میکرد، یعنی به جشنواره فجر، به جشنواره ها، به جشنواره خارجی، به همه اینا فکر میکردیم و همراه من بودن دیگه. یعنی من خیلی کوچیک بودم که کلاس تئاتر میرفتم. اونجا تو اصفهان؟ بله. استاد کی بود؟ ببین، من اون موقع کانون پرورش فکری میرفتم و خب 8 سال 9 سال، یعنی با سن خیلی کمی شروع کردم تئاتر کار کردن. تعداد دوستانی که من شانس داشتم در خدمتشون باشم خیلی زیاده، ولی واقعا اون موقع رو خیلی یادم نمیاد حالا به اسم که. ولی چی یاد گرفتی از اون کلاس؟ کلاس موثر بود؟ بله بله، من اولین کاری که کردم یادم یه تئاتر عروسکی بود که همه عروسک گردان بودن، اما من با نقش یک پیرزنی بودم. فکر می‌کنم 8 9 سالم بود، یعنی کار تئاتر کودک بود که آخر اون دوره جمع کردیم و اجرا هم رفتیم توی اصفهان. تو یک سالون توی اصفهان اجرای عمومی رفتیم. بله بله. فیلم تو بچگی، آدم یه فیلم تو بچگی دوست داره دیگه، علاقمنده، میبینه دو بار سه بار یا روش خیلی تاثیر میذاره. فیلمی که رو تاثیر گذاشت چی بود؟ آقای جیرانی، ماجرا اینه که اون موقع اینطوری نبود که ما بتونیم توی خونه که فیلم ببینیم، یعنی حالا مثل الان که یه فیلمی رو دوست دارم بتونم 10 بار بشینم پشت سر هم ببینمش. همیشه همه چیز تعریف توی سینما داشت. بله بله. اما در کودکی من آقای جمشید هاشمپور خیلی نقش پررنگی دارن. صادقانه اینه که نمیتونم توی کودکیم خانومی رو به یاد بیارم خیلی جدی، که توی نوجوانی خانم معتمداری ها تبدیل شدن به ستاره اون سالای من. وقتی دبیرستانی بودم هدیه تهرانی همیشه مورد توجه من بود و فیلماش تعقیب کرد. اما توی کودکی واقعا وقتی به سینمای خودمون فکر میکنم بیشتر از همه آقای جمشید آریا تازه میاد. جمشید هاشمپور. آره، جمشید آریا. و فیلمی هم ازش یادته که رو تو خاطرت مونده باشه؟ فیلم از جمشید. آره خیلی، اصولا به اسم حالا اگه بخوام بگم آخه دقیق صادقانه نمیدونم که الان اسم فیلم خاصی رو بیارم، اما میگم این خاطراتی که مال خیلی کوچیک بودنمه. آره، تاراج هم اگه بخوای بگی تو 4 اون موقع 3 سالت بوده، تاراج که ندیدی؟ نه، ولی بعدن دیدی. اصولا در 7 8 9 سالگی یادمه که مراسم سینما رفتن برای من اون شکلی با جمشید. مثلا من ناخدا خورشید رو خیلی خوب یادم. ناخدا خورشید نمیدونم مال چه سالی، ولی من قطعا خیلی بچه بودم. آره دیگه 65 دیگه، تو 4 5 سالم بوده، ولی یادمه ناخدا خورشید رو خوب یادم.
یعنی خدا خوشی دوست داشتی با اون 5 سالگی؟ به هر حال بیشتر تحت تاثیر پدر بودم دیگه، یعنی پدر دوست داشتی؟ بله. هامون هم دیدی همون سالا؟ نه، هامون رو بزرگتر بودم دیدم. بزرگتر بودی؟ آره. یکم 69 دیگه، یکم بزرگتر میشه 60. نه شاید واقعا 7 سالم نبوده، شاید مثلا 12 13 سالم بوده که هامون رو حتی برای اولین بار دوست داشتی هامونو؟ بله، هیچی نمیفهم. یعنی اون موقع فکر می‌کردم که برداشت درستی از ماجرا دارم، ولی مثل خیلی چیزهای دیگه که وقتی بزرگتر شدم دیدم اه نه، چقدر جهانش با اون جهانی که من ازش برداشت کردم متفاوته. هامون هم از اون دست فیلم بود. معتمداری ها رو توی روسریابی دوست داشتم. حتی یادمه که چه سینمایی تو اصفهان رفتم و چه سینمایی؟ صادقانه بگم اصلا اصفهان ندم. من یک پدرم یه دوستی داشت که توی مبارکه یه جای اطراف اصفهان زندگی میکردن و من یادمه که اولین بار من روسریابی رو توی سینمای مبارکه با اونا دیدم. مبارکه نزدیک اصفهان. بله بله بله. اونجا یعنی اولین بار اونجا دیدی فیلم؟ بله اولین بار. فیلم خیلی رو تاثیر گذاشت. بله. و از اونجا شد بازیگر محبوبه. بازیگر محبوبم احتمالاً از همونجا، یادم نیست چون به هر حال بازیگری خارجی هم توی ویدیو میدیدی، فیلمای ویدیو تو خارجی تو ویدیو هم داشتین دیگه، همتون داشتین؟ بله داشتیم. بازیگری فیلم خارجی هم میدیدی ویدیو؟ آره، ولی این شکلی میدونی مثلا قدیمی، مثلا سوفیا لورن بود اون موقع، میدونین؟ یعنی فیلمای اون دست سینمای کلاسیک، اون سینما رو بیشتر توی بچگی میدیدم. یعنی از سوفیا لورن چیزی یادته؟ فیلم یادته؟ آره مثلا من یادمه که فیلم گوشت پشت نوتشدام آقای نه آنتونی کوین منظورم بود توش، مثلا خیلی خوب یادمه که چه سنی در چه شرایطی دیدم. اونو دوست داشتی؟ بله. بعد حتی فیلم های مثلا گوزن ها یا ایرانی های قبل از انقلاب. آره بابام اصرار داشت که ببین. و دیدی این فیلم؟ تو فیلم قدیمی گوزنا رو دوست داشتی حتما، قیصر اینا هم دیده بودی دیگه؟ اونا هم دیدی؟ خیلی هاشو دیدم. آره همشو دیدی؟ نه چه خوبه، آدم باید ببینه. بله. باید ببینه که تاریخ سینماش رو بفهمه دیگه. بله. چه سینمایی داشته. من نمیتونم بگم 100 درصد خب غلطه، ولی فکر میکنم 80 درصد از اون فیلم ها رو دیدم. دوره دبیرستان رفتی رو سن اجرا کنی یا اون اجرای تو که یعنی تئاتر جدیدتر رفتی از تئاتر عروسکی؟ دوره دبیرستانم یه جایی به نام شاهین شهر نزدیک اصفهان زندگی می‌کردم. یه گروه تئاتری داشتیم به نام پژواک که آقای مهدوی که من گاه گداری هم این روزها توی فیلم‌ها می‌بینمشون، آخرین کاری که ازشون دیدم یک سکانس توی زرد بازی کرده بودن. آقای مهدوی یه گروهی تشکیل دادن به نام پژواک که هر روز برنامه من این بود که میرفتم مدرسه، ظهر میومدم خونه ناهار میخوردم، میرفتم سر تمرین تئاتر تا 4 5 6 بعد از ظهر و بعد تازه میومدم خونه دوباره درس میخوندم چون صبح میرفتم مدرسه. هر 3 ماه 4 ماه یک باری ما یه کاری اجرا میکردیم توی شاهین شهر. یعنی دوره دبیرستان تماشاچی هم داشتیم؟ تماشاچی هم داشتیم هر شب. نقشای متفاوت بازی میکردیم. بله. بله. اونجا برای تجربه خوبی بود. همش تجربه خوبی بوده چون باهاش بزرگ شدم و الان که بهش نگاه میکنم گاهی خندم میگیره که چه شکلی بازی میکردم، چقدر ضعف داشتم و مهمتر از همه آی جیرانی آرزو و ایدئال هایی بودی که از همون موقع با این روی صحنه رفتن ها در من هی بزرگ و بزرگتر می شد. یعنی من دیگه خیلی خوب می دونستم که باید این کار رو ادامه بدم، باید درس بخونم، باید توش رشد کنم و بتونم خودم وارد ماجرای حرفه‌ای تئاتر و سینما بکنم. همین سال هاست که این حس رو داری که وارد می کنم؟ از بچگی واقعا این حس در من رشد کرد. من یادم یه انشای کلاس سوم یا چهارم دبستان نوشتم که برای شغلم نوشته بودم من دوست دارم بازیگر بشم. یعنی از همون موقع می دونستم که هیچ کاری جز بازیگری نمیخوام بکنم و حتی موقعی که میخواستم انتخاب رشته دانشگاه بکنم خیلی دوست داشتم نقاشی بخونم، اما بابا اصرار داشتن که برو تئاتر یا سینما بخون. چه خوب، چه پدر خوبی، سلام عرض بکنی به پدرت. قربان شما. بسیار عالی، چه خوب. خب همون دوره دبیرستان هست که به هدیه تهرانی علاقه من میشی؟ آره دیگه، میشه بازیگر فیوریتت. اومدم تهران، من مادرم تهرانیه و خانواده مادرم تهران زندگی میکنم. دایی منو با خودش برد یه سینمای احتمالاً حوالی انقلاب، چون من اون موقع تهران بلد نبودم و من برای اولین بار سلطان رو دیدم.
اولین فیلم خانم تهرانی و شگفت زده بودم آقای جیرانی و من از داییم خواهش کردم که من با خودش ببره و ساختمون تئاتر شهر رو به من نشون بده، چون همیشه این برای من توی عکس تعریف شده بود. موقع اینترنت وجود نداشت که یک کلیک بکنی و همه جزئیات اون چیزی که دلت میخواد رو بفهمی. داریم راجع به سالهای آخر هفتاد و دهه هفتاد صحبت میکنیم. من فقط شنیده بودم و با این آرزو داشتم زندگی میکردم که یه روزی روی صحنه‌های تئاتر میتونم به شکل حرفه‌ای کار کنم. اون روز دقیقا روزی بود که من سلطان رو توی سینما دیدم و دوره دبیرستانم من همیشه یه عکسی فکر میکنم مال قرمز بوده، از خانم تهرانی توی کیفم بود. برای اینکه برای من جلد کلاسورت یا تو کیفه؟ توی کیف پولم یه عکس کوچیکی از روزنامه جدا کرده بودم و همیشه داشتم، چون فکر میکردم تعریف بازیگری برای من در ایشون خلاصه میشد. نمیدونم یه چیزی در خانم تهرانی وجود داره که با احترام به همه بازیگرا، یک آنه، نمیدونم، شاید سلیقه منه، یک چیزی در تصویرشون وجود داره که به نظرم سحر میکنه و این در من وجود داشت. و میگم تا مدت ها عکس ایشون همیشه برای من بود، برای اینکه یادم نره که من باید برم و این دنیای حرفه‌ای رو تجربه کنم. دو تا بازیگری که دوست داشتی، دو تا سبک بازیگری و دو جریان فکری. بله. هم در واقع. بله. کاملا متفاوتن. بله. معتمداری یک جریان فکریه و خانم تهرانی دو جریان. به جریان دوم نزدیکتر بودی دیگه، به خانم تهرانی در زمانایی که بزرگتر شدی دیگه نزدیکتر شدی به این تفکر بازیگری، به این شکل بازیگری. نه، میدونی این چی بود برام؟ برای من شکل بیرونی ماجرا خیلی اهمیت داشت اون موقع، یعنی این که من میخوام اینجا رو داشته باشم. خب اما این که دقیقاً بگم به سبک بازیگری بین اونا فکر میکردم یا جریان فکری اونا رو دنبال میکردم، این جریان فکری چیزی بود که سالهای بعد توی دوران دانشجویی، به هر حال من دانشگاه تئاتر خوندم، با بچه‌های دانشجوی تئاتر تربیت شدم و دوستای من اونا بودن. من فکر میکنم بعدها بیشتر این جریان فکری در من شکل گرفت. ولی اون موقع بیشتر همه غریزی بود. غریزی. یعنی غریزی بود. یعنی به طور غریزی مثلا از یک بازی خوشت میومد. به طور غریزی بازیگر رو تأثیر. بدون اینکه بدونم از چیه بازی هدیه تهران خوشم میاد. اما الان خیلی بیشتر میدونم چرا اون بازی رو دوست دارم. یعنی یک جور خصاصت، من اسمشو سردی یا چیز دیگه نمیذارم، یک جور خصاصتی در بیان حس وجود داره در خانم تهرانی که به نظر من خیلی هم اثر هوشه، یعنی اثر بی استعدادی نیست، که من خیلی دوست دارم این جنس بازیگریو. اینو بعدن فهمیدی که خصاصته؟ بله. و بعدن فهمیدی که در واقع قلوبی نیست در اجرای احساسات؟ بله. و در واقع اینا رو بعدا اصراری هم ندارن که این کار رو بکنن و این بیشتر در سلیقه منه. و بله. یک کاراکتری ساختن که اون کاراکتر در واقع در فیلم ها باقی مون. خب اومدی به برای دانشگاه اومدی تهران؟ من تهران نیومدم، من دانشگاه شمال قبول شدم. کجا شما؟ شهسوار، تونکابو. میرفتی از اصفهان میرفتی شهسوار؟ از اصفهان میرفتم شهسوار و 4 سال اونجا تئاتر خوندم. اونجا استادای معروف هم داشتیم؟ دقیقاً مثل هنرمعماری تهران بود، یعنی هیچ فرقی با دانشگاه تهران نداشت. و یک نکته قابل توجهی هم داشت، اونم این که ما اونجا هیچ کاری جز تئاتر کار کردن و تئاتر خوندن و کتاب خوندن نداشتیم، چون توی شهر کوچیکی زندگی میکردیم و همه هم و غممون این بود که بدونیم، یعنی تلاش میکردیم همه بچه ها با هم. الان از بین بچه های اون دانشگاه خیلی کارگردان های تئاتر مخصوصا خوب داریم که دارن کار میکنن. رضای ثروتی داریم، یاسر خاصه بازیگر داریم، مرتضای اسماعیل کاشی، اینا همه هم دوره های ما هم که بازیگر سینما هم داریم از اون دوره؟ نه، دو تنه بازیگر سینما اون دوره ایم؟ فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نکنم. نه دیگه، حالا نمیشه اینقدر جامعه آدم صحبت بکنه که حالا شاید هم یکی باشه و تو از قلم انداخته باشی یا یادت نباشه. آره، این هم از قضیه. ولی خب اون دانشکده تموم میشه و از طریق اون دانشکده وارد تئاتر میشه، درسته؟ نه. من وقتی دانشگاه درسم تموم شد تصمیم جدی داشتم که تهران زندگی کنم و پدرم هم لطف کردن، کل خانواده رو آوردن تهران. بچه خوب. یک تحقیقی کردم و دیدم که بهترین کلاس بازیگری که وجود داره کلاس بازیگری کارنامه است، اون دوره که برای من خیلی جذاب بود.
من رفتم کارنامه و مصاحبه دادم. توی مصاحبه من آقای پرستویی و آقای حبیب رضایی بودن. بله. به من گفتن که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم من راستش رو میگم، ولی خواهش میکنم اجازه بدین من اینجا بمونم، چون اونا معتقد بودن تو فارغ التحصیل یک ماه پیش پایان نامه دادی، الان برای چی اومدی اینجا؟ گفتم من تهرانی نیستم و در فضای هنر تهران نبودم و هیچ کس رو نمیشناسم، اجازه بدین من بیام اینجا تا کم کم بتونم رشد کنم و شما منو بشناسین و من بتونم وارد فضای حرفه‌ای بشم. قبول کردم و من رفتم کارنامه. استاد پرویز پرستویی بود دیگه؟ آقای پرستویی مدیریت کارنامه رو موقع داشتن و خانم اسکندرفر که بله هستم و خیلی منت دارن سر من واقعا. نه اون موقع آقای امیر پوریا بودن که همچنان هم هستن، آقای حبیب رضایی بودن، پیام دهکردی بود که پیام خیلی خیلی برای من تلاش، بله، برای اینکه من سالها بعد یه تئاتری کار کردم به نام متولد 1361 که خب قطعا به خاطر لطفی بوده که پیام به من داشته. این آدم ها، یعنی پیام دهکردی، حبیب رضایی و دیگرانی که اونجا تو کارنامه بودن، باز به تو یک آموزش های دیگه ای دادن و در واقع تو رو وارد یک فضای دیگه کردن. آقای جیرانی، من معتقدم که محیط دانشگاهی فقط میتونه به من تخصص هنرمو بده، یعنی به من یاد داد کتاب بخونم، پژوهش کنم و این ماجرا در من موند. اون چیزی که در کارنامه بر من اتفاق افتاد فهم مرحله درست تری بود، مرحله اجرایی، به خاطر اینکه آناهیتا اقبال نژاد منو خیلی دقیق تر با بدنم آشنا کرد، پیام دهکردی خیلی به من کمک کرد که روی بیانم مسلط بشم، امیر پوری من وارد ماجرای فیلمسازی در جهان کرد، یعنی سر کلاس تحلیل فیلم او من به این نتیجه رسیدم که آها، باید بری بشینی و تمام فیلم های وودی آلن رو ببینی، باید بری سینمای لینچ رو بشناسی، آنتونیونی بدونی، باید تاریخی به سینما نگاه کنی تا بتونی پله پله با این آدم ها حرکت کنی و بیای جلو. به نظرم که کارنامه تأثیر بیشتری روی من داشت تا دانشگاه. خب از کارنامه آمدی، اولین کار فیلم کوتاه بازی کردم. برای کی؟ یک فیلم کوتاهی بازی کردم برای یکی از دانشجویان دانشگاه سینما تئاتر به نام مهدی شیری که میخواست پایان نامش رو بسازه. برای او فیلم کوتاه بازی کردم. نقش یک دختری بود که خودکشی میکنه، یعنی از لحظه افتادن این آدم شروع میشه و برمیگردیم به عقب که چرا این اتفاق براش افتاده. همینطوری ادامه پیدا کرد دیگه، یعنی هی فیلم‌های کوتاه بازی کردم، بعد نقش‌های کوتاه در فیلمسازای بزرگتر بازی کردم و تئاتر هم که کنارش بود همیشه. اولین فیلمت آینه‌های روبروه ادو بازی کردی؟ تهرون اولیش. تهرون نادر تکمیل همایونه که اینجا اکران نشده و فرانسه اکران شد. بله، تهرون بود که نقش اصلی تهرون بازی کردم اونجا. خودت فیلمو دیدی تهرون رو؟ بله دیدم. نیومده اینجا بس که اصلا اکران نشد. اکران نشد اینجا. بله. آره قرار بود نادر تکمیل همایون دوباره بیاد اینجا فیلم بسازه، ظاهرم است که هنوز نیومده. بله. قرار بسازه. اون تجربه خوبی بود برات؟ به خیلی خیلی زیاد. برای اینکه فیلم کوتاهی که بازی کردم، نقش یک قصه روایت زندگی یک زن و شوهر کرمانی بود که بنا به دلایلی اون مرد میاد تهران و بعد مجبور میشه گدایی میکنه برای اینکه بتونه امرار معاش کنه، یه عالمه کار میکنه و بعد زنش وارد قصه میشه، میاد تهران و ماجراهای این دوتا آدم توی تهران، چون به قول نادر تکمیل همایون میگفت ما یه تهران داریم یه تهرون داریم، این ماجرا توی تهران اتفاق. همیشه مرتضی احمدی هم میگفت تهرون، نمیگفت تهران. بله. آره آره تهرون. خب بعد از اون من یک عاشقانه ساده ازت یادم میاد. بله، البته یه عاشقانه ساده خیلی کوتاه شده، یعنی یه تعدادی از سکانس هایی که من بازی کردم در اومده، اما در کل خب نقش کوتاهی بود. یعنی اونو آینه روبرو الان یادم نیست تو چه نقش داشتی، ولی آینه روبرو هم کوتاه بود. آها، بله، ولی ساده یادمه چه نقش. فقط برام مهم بود که دارم چیکار میکنم، یعنی اون موقع بازم حواسم بود که کجا میری، مواظب باش. خب آقای حامد کمیلی هم رسیدن، یک میریم یه بوله میریم که بعد آقای حامد کمیلی هم به ما ببندن. بفرمایید.
خب آقای کمیلی با لباس نمایش اینجا هستن. خیلی خوش آمدید آقای کمیلی. متشکرم. آره آقای کمیلی، به بینندگان 35 در با این دوربین صحبت بکنین تا بعد من. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان خوب برنامه 35 و خیلی خوشحالم که از این طریق باهاتون میتونم گپ بزنم و جناب جرین متشکرم از دعوت شما. خواهش میکنم. از نمایش اومدی، نمایشی که آقای نعیمی کارگردانی کرده. بله، شوایک. و توضیح بده. آره ما حقیقتش اینه که امروز به خاطر اینکه اجراهای پایانی هست شنبه رو هم اجرا داشتیم و به خاطر قول زمانی که به شما داده بودم دیگه من صحنم تموم شد، سریع سوار شدم و اومدم خودم برسونم اینجا. خدا رو شکر نمایش شوایک سرباز دل، سرباز ساده دل که مدتی توی تالار وحدت شروع شده با استقبال خیلی خوبی مواجه شده و بازخوردهای خیلی خوبی هم از تماشاگر گرفتیم و میگن دو ساعت و نیم تماشاگر نگر میدونی، تماشاگر هم میخنده. دو دیدی نمایشو؟ من دیدم و همه لذت میبرند. آره خدا رو شکر کاری که باز میده. ما فکر میکنم تا 25 آبان ما کارمون اجرا بره و بعدش تمام میشه. خوشحالم که تو اون نمایش هستی و تبریک میگم بابت بازدید در ایتالیا. خیلی متشکرم. ما منتظر بودیم تو برسی، رجوع ایتالیا داشتیم، رجوع گذشته صحبت میکردیم که حالا برسیم به ایتالیا. ایتالیا که جفتتون بازی کردین. نه خب اولا که حامد عزیز، من از خوشحالم که مسیر جدید تو بازیگریت، آقای رضوی هم گفت و داری تو بازیگریت انجام میدی و داری انتخابای خیلی خوب میکنی و داری خوب پیشرفت میکنی. من یک زمانم با طرف زدم، گفتم که تو دوره اولم شروع کردی، خیلی خیلی خوب شروع کردی، یعنی داشتی در واقع تبدیل به یک استار داشتی میشه دیگه و شده بودی، یعنی در واقع. ولی خب یک، حالا از اون میگذریم، از اون ماجرا میگذریم، ولی نذاشت که تو اون مرحله رو دنبال کنی. ولی الان یک شروع دیگه داری و یک شرایط دیگه داری که ایتالیا. ایتالیا حالا یکی از کارهای آخرته. بعد ایتالیا ایتالیا کاری دیگه هم بازی کردی، فیلم دیگه هم بازی کردی؟ بله من تو فیلم آی دکتر معتمدی بازی کردم، توی فیلم راه رفتن روی سیم. بله. آره آره. و فیلم کیوان علی محمدی و امید بنکدار گیلدا که اونم آماده اکران ان شاء الله. آها اینا پارسال بود. بله. آره آره. دو تا فیلم آقای معتمدی هنوز اکران نشده ظاهرا. نه خیر. آره. نقش اول فیلم آقای معتمدی هستی؟ تو اون کار یک باند موزیکن که در واقع اتفاقات بین اونها میگذره. احمد مهرانفر بازی کرده، خانم اندیشه فولادوند بازی کرده. آره اونجا در واقع یک باند موسیقی زیرزمینی هستن که قصه حول اونها میچرخه و من جز یکی از این اعضا هستم. اون فیلم هم میبینیم. آره. ماره که ما اون فیلم ها رو ندیدیم. ما آخرین آره. فیلمی که از شما دیدیم ایتالیا ایتالیا هست. خب خانم برمی، تو اول انتخاب شدی برای ایتالیا ایتالیا دیگه. بل. درست بعد آقای کمیلی انتخاب شد دیگه. تو نقش خوندی، چه احساسی راجع به نقش داشتی؟ این سر بعده راستش آقای جیرانی، من اصلا وقتی فیلم رو خوندم واقعا دو سه روز داشتم کلنجار میرفتم چجوری به کاور بگم نمیام، برای اینکه کاور خیلی دوست داشتم و یکی از دوستان نازنین من کاوه سر همون تهران کاوه دستیار و برنامه ریز بود که با هم آشنا شدیم. بله و نمیفهمیدم که قرار چه اتفاقی بیفته. برای اینکه این فیلمنامه رو میخوندم بعدم کلیپ یعنی چی اینا، یعنی میخوای چیکار کنی؟ بعد بهش گفتم که کاوه من نمیام. باشه ان شاء الله. تمام پشت میزا که تو سناریو بود، اون صحنه‌های پشت میز همه چیز عین همین چیزی بود که چون فیلم مغزشونه دیگه. بله. مغزشون میز بله. و شام ساخته دیگه شده. آره. ولی شما اون شما رو بردارین. آه. برای من تبدیل شده به فیلم. اصلا نمیفهمیدم یعنی چی کلیپ این کلیپ اینا چیه پشت سر هم ردیف کرد. و بعد بهش گفتم، بعد دوباره به من زنگ زد گفتش که ببین اگه تو نیای من بعد دوباره اینو بازنویسی کنم. گفتم کاوه من نمیفهمم اینو اصلا، یعنی واقعا نمیدونم الان باید چیکار کنم. یعنی کل فیلمنامه رو نمیفهمید، یعنی نقشته نمیفهمید؟ نه نقشا که میفهمید، خط داستانی یک روند داشت، نقش میترسیدم برای اینکه فکر کنم که چه اتفاقی قرار بیفته، نباید با خودمون همچین بازی بکنیم. بعد به من گفتش که یکی دو روزی گذشت و قرار شد که من یه بار دیگه فیلمنامه رو بخونم. یه بار دیگه خوندی؟ آقای جیرانی اصلا من نمیدونم اشتباه خونده بودم یا یه اتفاق دیگه برام افتاد. وقتی دور دوم میخونم این گفتم این ولی خوبه، الان اینم میشه یه کارایی کرد، این اگه اینجوری بشه خیلی خوبه، اینجوری نشه بده. و بازم اینطوری بودم که باشه بذار بیایم با هم گپ بزنیم راجع بهش. و رفتم بهش گفتم خیلی واقعا راه رفتن روی یک تناب نازکه و ممکنه که از این ولی بیفتیم و خیلی بد بشه کاوه.
میگفتش که میدونم. بعد میگفتم مردم میفهمن این فیلمو، من نظرت خواهم حرف منظورم نیست که مردم نمیفهمن، از این بود که تو به هر حال برای یک اکثریتی میخوای فیلم تو بسازی، بعد تو داری راجب دغدغه های فیلم سازی تو این فیلم حرف میزنی که برای من جذابه، برای تو جذابه، برای دستیارا جذابه و بچه های سینما، آیا برای مردم هم جذابه؟ بعد چی کار میخوای بکنی؟ به من گفتش که ببین من تک تک موسیقی هایی که سر این کلیپ ها میخوام بذارم رو هم دارم و به تو میدم، اینو بخون، اینجوری بهش نگاه کن و گوش بده و ببین که آیا میتونی یا نه. و از یه جایی به بعد من طرفدار پراپا قرص اون کار بودم و مطمئن بودم که میشه. خب تو فیلمنامه رو خوندی؟ بله. چه حسی داشتی راجع به نقشی که قرار بازی کنی؟ من زمانی که خوندمش مطمئن بودم که یا از این فیلم یا فیلم بسیار خوب در میاد و هممون به خاطر سرمون میگیریم بالا، یا اینکه میگیم ببخشید اشتباه شد در میاد. این حد وسط نداره. وسط نداشت. من اولین جمله‌ای که من با کاوه سبق‌زاده گفتم، کما که من سر این کار با ایشون آشنا شدم و صحبت کردیم، گفتم که ببین با سبق‌زاده این کار یا خیلی خوب میشه و اتفاقات خوبی براش میفته، یا اینکه با کله میخوره زمین و وسط واقعا نداره. و واقعا هم هنوز هم همینجوری معتقدم که فیلم واقعا توی اتفاق اولش به وجود اومد، یعنی کاوه میتونست، میدونست چی میخواد و از قبل همه چیز رو واسه خودش تعریف کرده بود، موسیقی ها آماده بود و ما فقط توش قرار گرفتیم و باید یک کمی خودمون رو جا میدادیم درست توش. آره و اتفاق اول افتاد و بنابراین تو هم با حس خوبی وارد عرصه کار شدی. آره من زمانی که وارد شدم دیگه وارد شدم که انجامش بدم، یعنی به وای گفتم اوکی دیگه من الان دیگه پذیرفتم، حالا بگو چی کار کنیم که اتفاقا جای نشستیم با هم صحبت کنیم راجع به شما دوتا که نقش رو چجوری در بیاریم دو نفریتون. با گپ با هم زیاد زدیم، کما که زمانی که من به پروژه اضافه شدم زمانی بود که لوکیشن خونه آماده شده بود کامل. و ما دیگه قرارهامون رو اصلا توی همون خونه میذاشتیم که در واقع نزدیک دفتر خود آقای سباق زدن بود و دیگه کم کم گپ هامون از همونجا توی فضا، چون خونه دیگه باید مال من میشد، یعنی اینقدر که من توی اون خونه بودم برفا توی اون خونه نبود و من بعد کاملا به جزئیات اون خونه واقف می‌شدم. برای همین دیگه قرارهامون اونجا بود و دیگه شروع کردیم به اتود زدن و کم کم اینها بلند شدیم و کم کم تونستیم یه خطی براش پیدا بکنیم. آره ولی جوری نبود که بگم منحصرا می‌خواست این شکلی باشه. از این چیزایی بود که باید در میومد، توی تمرین باید در میومد. چون که هم من هم خانم بهرامی معتقد بودیم که باید چیزی متفاوت با کارهای قبلیمون اتفاق بیفته توی این کار. بله کاملا فیلم هم متکی به شماست. یعنی بقیه بازیگرها فرعن و شما اصلین دیگه. آره و این اتفاق توی پروسه تمرین اتفاق افتاد. تو چی به نقش اضافه کردی؟ خودمو. خودت اضافه کردی؟ نه آیه جیرانی، من معتقدم که هیچ بازیگری نمیتونه بگه من خودم بخشی از این کاراکتر نیستم، مخصوصا اینکه برفای دختر امروزی بود که میتونه تو خیابان از کنار من رد شده باشه و من نفهمیده باشم. من برفا و سارا رو به هم نزدیک کردم. مثلا من یادمه که توی فیلمنامه اولیه فکر کنم برفا شمالی بود، اما من قصه برمی ساختم برای برفا، میدونستم که کی اومده تهران، کی دانشگاه قبول شده، چه فیلمایی رو دستیاری کرده، باید همه اینا رو پیدا میکردم. یه روزی با خودم فکرم و به کاوه گفتم کاوه من یه دختر اصفهانی ام که به خاطر عشق سینما و بازیگری از اصفهان پشتم رفتم دانشگاه درس خوندم و بعد اومدم تهران، خب برفا میتونه یک دختر اصفهانی باشه؟ و بعد کاوه گفت آره میتونه باشه. مثلا خب حالا آقای کاوه سباق‌زاده پشت خط تلفن ماست و میخواد راجع به شما دو نفر صحبت کنه. آقای کاوه سباق‌زاده سلام عرض میکنم، حالتون چطور قربان؟ سلام آقای جیرانی، مرسی، ممنونم، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای سباق‌زاده به تبریک میگم، فیلم سرزنده سرپا و درستی ساختی، فیلم بسیار تلخی هم هست، بسیار تاثیرگذاره، اما الان ما نمیخوایم راجع به فیلم صحبت کنیم، ما میخوایم تو راجع به بازیگرات صحبت کنیم، ابتدا راجع به خانم سارا بهرامی و بعد راجع به آقای کمیلی. خب والا سارا بهرامی به هر حال از دوستای خیلی قدیمی منه، فکر میکنم همونطور که خودش گفت شروع رابطه ما برمیگرده به سال اگر اشتباه نکنم 87 یا 86 سر فیلم تهرون، و بعد از اونم من یک فیلم کوتاهی ساختم سال فکر میکنم 90 بود که سارا برای من بازی کرد توی اون فیلم. خب از قبل
شناخت خیلی خوبی نسبت به هم داشتیم و وقتی که به من گفت که توی این فیلم حاضره بازی کنه، انگار دنیا رو به من داده بودن. یعنی واقعا یک فشار خیلی بزرگی رو دوش من برداشته شد که خب اوکی، الان من یک بازیگری دارم که ایمان دارم میتونه به بهترین شکل ممکن کاراکتر برفا رو بازی کنه. در مورد حامد کمیلی هم خب ما سر این فیلم تازه با هم آشنا شدیم. در واقع من اصلا هیچ تصوری از حامد کمیلی واقعی نداشتم. تصویر من همیشه همون تصویری بود که توی فیلم ها ازش دیده بودم و اون تصویر رو خیلی دوست نداشتم، حداقل تا اون حدی که خودم دیده بودم. ولی وقتی که همدیگر رو دیدیم توی همون برخورد اول احساس کردم که اولا چقدر بازیگر مناسبیه برای این نقش، امیدوارم که قبول کنه نقش رو، هنوز نگفته بود قبول میکنه یا نه، و اینکه چقدر انسان شریف و دوست داشتنی و باسواد و آرومیه، چقدر احساس آرامش میکنم وقتی کنارش هستم. من واقعا شانس بزرگی داشتم که با این دو نفر کار کردم. البته من با همه بازیگرای فیلمم رو دوست دارم، ولی خب این دوتا به هر حال بار اصلی فیلم روی دوش این دو نفر بود و من شانس خیلی بزرگی داشتم که با این دو نفر کار کردم. افتخار میکنم. کاوه عزیز، چه لحظه بازی سارا رو دو بیشتر دوست داری و برات اون لحظه بازی که دوست داری رو میتونی توضیح بدی برام؟ توی فیلم خودم منظورتونه؟ فیلم خودت دیگه. آره، ما رو توی فیلم خودت داریم صحبت می‌کنیم. من اون سکانسی رو دوست دارم که دو تا سکانس رو خیلی دوست دارم. یکی اون سکانسی که سارا میاد و درباره تصادف باران کوسه‌ای صحبت میکنه و با حامد جر و بحث میکنن، دعوا میکنن، و یکی اون پلان پایانی فیلم، فصل آشپزخونه رو. این دوتا من دو تا سکانس محبوب منه در مورد بازی سارا. در بازی حامد؟ در بازی حامد من سکانس حامد من سکانس رستورانش رو دوست دارم، اون سکانس تیر و تیراندازی فیلم، و سکانسی که با رضا سخایی توی خونه جر و بحث و دعوا میکنن. به غیر از اینها من صدای حامد رو خیلی دوست دارم. صدای حامد روی فیلم جزء چیزاییه که به غیر از دوتا سکانسی که ازش خیلی دوست دارم خیلی برام دلنشینه توی فیلم. صدای خود حامد. آره، صدای خود حامد. من باز به تبریک میگم، خوشحالم که فیلمت با استقبال روبرو شده. امیدوارم باز هم استقبال ادامه پیدا کنه و تو فیلم دومت رو سریع بتونی بسازی و گرفتاری فیلم اولت رو نداشته باشی. به تبریک میگم، فیلم بسیار بسیار خوبیه و انشالله که موفق باشی. من انشالله با خودت بعدا صحبت خواهیم کرد. باشه من در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال شدم. خدافظ. و خوب باشید. ممنونم. خب تو وقتی که نقش رو خوندی چی به نقش اضافه کردی؟ راستش من پروسه ورودم به نقش پروسه مثل تبدیل شدنه، نمیدونم چی اضافه میکنم، ولی از یه جایی از زمان که بگذره، زمان که با نقش بیاد و باهاش کار بکنم، خب نقش یه سری ویژگی های بیرونی داشت که من بعد بهش اضافه میکردم. مثل زبان ایتالیایی بود که من بعد یاد میگرفتم، مثل یه سری حرکت های فرمی بود که من میخواستم توی بازی این آدم باشه، ولی در این حال خیلی درونی باید بهش نزدیک میشدم، به این شخصیت، چون که راستش فاصله زیادی هم با هم داشتیم، یعنی من با نقشه. نوع از خودت اضافه کردی به نقش؟ چیزی از خودت دادی؟ آره معلومه. آره معلومه. آره، ولی اینکه مثلا بخوام به جزئیات بگم که این کار کردم، آره این یک شبیه یک پروسه بود برای من تبدیل شدن به نادر فیلم ایتالیا. نه یعنی پروسه‌ای که برای تازگی داشتی، یه کمی تازگی داشت. آره آره, آره. مخصوصا اینکه خب به هر حال یک گوشه چشمی هم به فیلم هامون داشتیم ما، و این کار من رو در عینی که سخت‌تر ولی جذاب‌تر هم می‌کرد. فیلم البته ادای دینی با هامون داره. بله کاملا ادای دینی. ولی شما که شبیه کاراکتر هامون نیستین اصلا. آره این یکی از چیزایی بود که ما سرش با هم مشخصا به نتیجه رسیدیم. نه تو روشن فکری هستی که بین زمین و آسمون مونده باشی، نه این محشیده که در واقع از یه طبقه در واقع چیز باشه. ولی واقعا ادای دین به فیلم ادای دینی با هامون. اون لحظه کتاب فروشی هم خوبه. چقدر بازی این رو بازی تو تاثیر گذاشت؟
خیلی زیاد. من فکر میکنم که از اونجایی که سکانسامون اکثرا دو نفره بود و خب حالا جفتمونم تجربه تئاتری رو پشت سر داشتیم، ما سکانس ها رو کامل در میآوردیم، یعنی خارج از اینکه دکوپاژ کاوه به چه سمتی داره میره، اصلا میخواد خوردش بکنه نمیخواد خوردش بکنه، شما یه دور کامل بازی میکردیم. آره، ما اینو کامل در میآوردیم، با جزئیات درش میآوردیم و بعد خودمون رو تسلیم دوربین میکردیم و اینکه حالا ببینیم اون چه جوری میخواد ببینه. چقدر حامد رو بازی تاثیر داشت؟ قطعا خیلی. آقای جیرانی، اولا که من یه چیزی راجع به کاوه سباق‌زاده بگم. کاوه سباق‌زاده همه جا داره از من تعریف میکنه و همه جا به من لطف داره. میخوام بهش بگم که من هم خیلی بهش اعتماد دارم و خیلی خوشحالم و ممنونم ازش که اون روز رأی منو زد و باعث شد که من دوباره فیلم نامر بخونم و من نقشه به این درخشانی از دست ندم. این از بحث کاوه. بازیگر دیگه قرار بود این نقش رو بازی کنه که من کاوه سجادی حسینی قرار بود بازی کنه دیگه. بله ببخشید. کاوه سجادی حسینی از دوستان نازنین منه و من خیلی دوستش دارم، همینجا بهش سلام میکنم و امیدوارم که بتونه فیلم سازیش رو ادامه بده و همیشه درخشان باشه. نگاه من به برفا در اون یک ماه یا حالا دو سه هفته که با کاوه سجادی حسینی تمرین میکردم یک برفای دیگه شده بود. یعنی با اینکه من داشتم تلاش میکردم، من داشتم دستیارهای کارگردان رو میدیدم، باهاشون گپ میزدم، مثل اونا راه میرفتم، با کاوه و رضا سخایی میرفتیم تو صنف دستیار کارگردان ها و تو جلساتشون شرکت میکردیم، اما از نظر عاطفی نگاه من به کاوه سجادی حسینی خب یه شکل دیگه است، اون یک مرد دیگه است با یک جهان دیگه که به هر حال روی من تاثیر میذاره. وقتی که حامد کمیلی اومد خب یه شکل دیگه شد، کلا نزدیکتر شد به نقشی که قرار بود بازی کنین، این نقش اون طبقه متوسط مدرن تحصیل کرده. بله، بله، برای چالش های بله، خاصی شده. بله، و اینکه به نظر من حامد کمیلی خیلی اتفاقا به اون نقش نزدیک بود، میدونین؟ به هر حال من با حامد کار کرده بودم و چند تا با هم کار کردیم؟ قبلش دوتا سریال با هم کار کرده بودیم، پروانه بود؟ پروانه و پرده نشین. و به هر حال من کاوه سجادی حسینی، حامد هم اصولا آدم درونیه ولی کاوه سجادی حسینی به یک شکل دیگه درونی بود، میدونین؟ و به هامون اون هامون شاید نزدیکتر، ولی حامد کمیلی به نادر ایتالیا نزدیکتر بود به نظر من. یعنی این بعداً اتفاق افتاد، تعداد بین فاصله نبودن کاوه سجادی حسینی و آمدن حامد کمیلی کلی بازیگر بودن که بررسی شدن این وسط و قطعاً به تعداد همه اونایی که بهشون پیشنهاد داده شده و به هر دلیل نیومدن رنگ برای نادر وجود داشت و میتونست روی بازی من تأثیر گذار باشه. یعنی هر دوتون الان احساس میکنید که انتخاب درستی بودین برای نقش، هر دوتون بله. احساس دارید؟ من این بله. احساس کاملا دارم، چون اصلا فیلمو شما البته کارگردان نگر میداره ولی شما بازی بسیار خوبی کردید و در واقع فیلمو خیلی سرزنده و سرپا دوتاییتون نگه داشتید و خیلی یه فیلمی بازی میکنی، بازیگر روبروت انقدر روی تو تاثیرگذار نیست، ولی من همه جا گفتم که اگر بازی برفا رو میبینیم واقعا منفرد نمیشه تنهایی گفتش که من خیلی فوق‌العاده بودم. خیلی ممنونم از اونایی که میگن من فوق‌العاده بودم، اما اینجا یک مردی به نام کاوه سباق‌زاده پشت دوربینش نشسته بود که درست هدایت میکرد و یک حامد کمیلی در کنار من بود که بلد بود پاس منو خوب برگردونه. آره، این خیلی مهمه که دو تا بازیگری که بازی میکنن به قول تو پاس خوب برگردونه. البته من این حامد کمیلی رو بازیش تو تردید خیلی دوست دارم، یکی از بهترین بازیاشه. یعنی در واقع من همیشه گفتم یه فیلم داره به نام دو خواهر که تو همون دو خواهرم اینقدر خوب بازی کرده که یعنی من به خودش هم گفتم تو اون فیلم تو واقعا خیلی درخشش داری و با اینکه فیلمه یک فیلم به شدت تجارتیه و در واقع قراره که کارکرد دیگه داشته بشه بسیار خوب بازی کرده، تو آدم ها پسر آدم دختر ها هم خیلی خوب بازی کرده. یعنی در واقع من همیشه گفتم که این سه تا فیلم اول زندگیت خیلی در واقع فیلم‌های خیلی خوبی بودن و تردید که همیشه تو خاطر من مونده و تو هم تو نقشایی که تا حالا بازی کردی خیلی خوب بازی کردی، که البته آقای رضوی و آقای شعیبی گفتن مثل خانه در خیابان چلیکم که در واقع اصلا نقش متفاوتی. چقدر شما دو تایتون اون میز و اون شمع و اون خاموشی برق و اون چالش دو نفریتون رو که به هم دروغ گفته بودین
میشناختین، چون تمام فیلم و مغز فیلم اون میزه و اون شامه و اون تاریکیه با آدم هایی که به هم دروغ گفتن، به هم دروغ گفتن. چقدر خودتون به این نزدیکی بودیم به این فضا؟ به حرفای دیالوگی میگه، میگه قصه نخور، زندگی ما پر از این دروغای کوچیک بزرگه و خیلی از این دروغا نگفته هاست و این دروغا به خاطر اون نگفته هاست که میاد سراغ آدم ها. برای همه ماها پیش اومده آقای جیرانی. هممون این دروغا رو گفتیم. هممون این دروغا رو گفتیم. شاید دروغای، اجازه بده من به خودم حرف بزنم. من یه موقعهایی میخوام دل یه بنده خدایی رو نشکنم، حتی یه دروغی بهش میگم. یه موقعهایی میخوام به ایدئالای پدری نزدیک بشم که عاشقانه دوستش دارم، یه دروغ ریزی ممکنه بهش بگم. من خیلی معذرت میخوام، میدونم الان داره این برنامه رو میبینه، ولی چیز غریبی نیست، خیلی قابل لمسه. بله، و فقط کافیه که صادقانه باش برخورد کنیم. یعنی من سر همه اون میزای شام فقط سعی میکردم با صداقت اول سارا و بعد برفا بهش نگاه کنم. یعنی خودت هم داخل این فضا میشه. تو چقدر این فضای شام و دروغ رو حس میکردی؟ شاید یکی از چیزایی که توی سال قبلیتون شما پرسیدین که چی از خودت اضافه کردی، یکی از جواباش این بوده که شاید این ویژگیه که میتونم یه جاهایی چرا خاموش حرکت بکنم، حالا اگه بهش نگیم درو، ولی این رو کاملا لمسش کرده بودم و کاملا بلدش بودم، چون که نه به معنای سیاست یک حرکت کار منفی، به عنوان اینکه کاریه که تو فکر میکنی برای خودت لازمه انجام بدی و تو زندگی کاملا حق طلبانه میری و این کار رو انجام میدی، چه نگفتنش باشه چه انجام دادنش، دلایل کافی و مکفی شخصی برای خودت داری که این کار رو انجام دادی، ولی اسمش دروغه در نهایت. و زمانی که تو صداقتت میاد وسط و قرار میشه حالا همه اینها رو راجبش حرف بزنی، اینجاییه که بازی شکل میگیره. و من فکر میکنم که اصلا اختلاف، اصلا شاید اگر که این میز شام ها نبود، هیچ کدوم از این اختلاف ها هم بین این آدم ها پیش نمیاد و اونا توی دنیای ذهنی خودشون از همدیگه داشتن زندگیشون هم ادامه میدن. اما وقتی پای صداقت وسط باز میشه، ماجرای گره هاش خودشون نشون میده. پس بسیار درست تحلیل کردی، بسیار درسته. چرا طبقه متوسط مدرن مجبور دروغ بگه؟ ما در حال گذریم آقای جیرانی، داریم از یک مرحله وارد یک مرحله دیگه میشیم. شما به زندگی من نگاه کنید، من تا 18-19 سالگی دسترسی به اینترنت نداشتم. من همیشه به مادرم میگم، مادر من یکی از بهترین مادرهای جهانه، چون اول رفیقه، به شدت با من رفیقه، اما همون زن برخوردش با الان که مثلا 10-15 سال از اون موقع گذشته یک برخورد متفاوت دیگه ایه. و ما متعلق به این طبقه، ما متعلق به طبقه هستیم که داره هی تغییر میکنه، داره هی رشد میکنه. مثلا با کتاب عجین میشه، با نگاهش به زن تغییر میکنه. که ماجراهایی که من با این فیلم دارم که بیشتر برای من بعد از اکران پیش اومده که چرا اینقدر آقایون عصبانی میشن وقتی میفهمن یه زنی مرد رو زده. اصل ماجراست که غلطه، زدن. نه اینکه یک زن مرد رو بزنه یا یک مرد یه زن رو بزنه، میدونی؟ یعنی به تو اعتراض کردن چرا زدی؟ به من، به کاوه، که یا آقایی به کاوه گفته و من چطور به خانومم بگم بیاد این فیلم رو ببینه؟ این خانم یه جایی داره در مورد این حرف میزنه که من به تو دروغ گفتم، با دوستم رفتم شام خوردم. من اصلا رفتار برفار تایید نمیکنم، میخوام راجع به این در حال گذر بودنه و در حال گذار بودنه حرف بزنم که قطعا اول از همه متوجه طبقه کتاب خونه که اتفاقا طبقه متوسطه میشه. ببینید کاوه سباق‌زاده یه تحلیل جذابی در راجع به اونجایی که برفا دیر میاد خونه، برای همین اون سکانس رو دوست داره. برفا دیر میاد خونه، کفشاشو پرت میکنه، نادر بهش میگه که کجا بودی، میگه باران تصادف کرده بود، رفته بودم بالا سرش. میگه چرا تلفن تو قطع کردی؟ میگه قطع نکردم، قطع شد. میگه چرا قطع کردی؟ میگه آره قطع کردم. این دقیقاً توی هامون وجود داره. میگه چرا تلفن رو قطع کردی؟ میگه قطع نکردم، اینجوری شد. و اونجا میذاره زیر گوش مهشید و اینجا برفای که کیفش رو هول میده. نمیخوام بگم این درست، این نشانه تغییر زمانه. بله، دیگه خب و آره، هامون مال دهه 60 آفرین، مال دهه 90. و این اول از همه توی طبقه متوسطه که اتفاق میفته. میگم نگاه مادر من به من، سختگیریاش نسبت به دختر نوجوانش، با خواهر بعدی من تغییر کرده بود و این هست.
ما داریم وارد یه ماجرای تازه میشیم، داریم زمان رو رد میکنیم، بین زن و مردها میتونه یه چیزای تغییر کرده باشه، اصلا به این مفهوم نیست که کدوم خوبه کدوم بده. نادر قصه میتونه غذا درست بکنه، میتونه اشکالی داره غذا درست کنه؟ نه نه نه، به نظرم خیلی هم درسته، اما من میگم من نمیخوام ازش دفاع کنم که بعدا بگن که یعنی چی شما بر چی گذاشتی تو گوش نادر. اصلا بحث البته اون زدنی که میگن زدن اونطوری نیست که بزنی، اون یک حالت اون بخاله. آره آره، آره، ماجرای تهاجمی بود که یک مرد میتوانسته یک زن نمیتوانسته. موضوع اینه که بررسی این ماجراست، میدونین چی بهتون میگم، بررسی اینه که داریم به یه جایی میرسیم که غذا رو کی درست میتواند بکنه. نگه داشتن مهمه و شکل زن این در طبقه متوسط بیشتر نمود میکنه یا زودتر نمود میکنه. تحلیل تو چیه؟ از دروغ گفتن طبقه متوسط مدرن و اصلا این دروغ هایی که پشت میز میشته شام میمونه چرا؟ ریشش کجاست؟ من فکر کنم که طبقه، این طبقه ای که داریم راجع بهش حرف میزنیم که حالا من خیلی هم نمیتونم دیوار کشی بکنم براش، طبقه ایه که فهمیده دنیا چه خبره، آرزوهای بزرگ پیدا کرده ولی در محدودیت به سر میبره. بسیار بله. خب این تضاد بین این دو تا باعث میشه یعنی یک موانعی وجود داره برای رسیدن به آرزو. بله. و این باعث میشه که یه جاهایی حتی به خودش هم دروغ بگه. یعنی دیگه دروغ گفتن به جهان بیرون و آدمهای بیرون دیگه ساده تر از دروغ گفتن به خودش هم اتفاق میفته. و من فکر میکنم که این تضاد اصل ماجرا و این تناقض و اینکه حالش از زندگیش خوب نیست و اینکه مجبور میشه تن به خیلی چیزا بده از اینجا ریشه میگیره. آقای جیرانی ببخشید یه چیزی میخوام بگم، اونم این که این بخش ماجرا که اینا حالشون از این زندگی خوب نیست اتفاقا خیلی متعلق به نظر من به طبقه متوسط نیست. این تبدیل به یک ماجرا شده بین جوانای ما اصولا و یکی از دلایلی که من خیلی این فیلم رو دوست دارم به خاطر اینه که میگم میشود نگهش داشت، یعنی میشه زندگی رو نگه میشه نگهش داشت. این دیگه مال طبقه متوسط نیست، اینو من همه جا دارم میبینم. متاسفم، خیلی متاسفم که آمار طلاق توی مملکت ما رفته بالا و من فکر میکنم یه جاهایی فقر یا ماجراهای اجتماعی یا ماجراهای اقتصادی یا همه اینا دلیلی بر طلاق نیست. درسته که ما عادت کردیم به جهان بیرونمون قور بزنیم و بگیم همه چیز به خاطر دیگران داره اتفاق میفته، یه حلقه گم شده وجود داره بین جوانامون و اونم این که پایداری و دیگه بلد نیستن، نگه داشتن آن چیزی که براشون مهمه رو دیگه بلد نیستن. و یکی از دلایلی که خیلی من این فیلمو دوست دارم و دوست دارم که همه آدم ببینن اینه که مهم نیست که توی چه تاریخی کی داره از این زندگی محافظت میکنه. من همیشه میگم شاید اگه به 4 سال 5 سال بعد نادر و برفا نگاه کنیم، این دفعه برفایی که داره این زندگی رو با خودش میکشونه به دندون و ازش مراقبت میکنه. این اون چیزیه که ربطی به طبقه متوسط نداره. البته من فکر میکنم طلاقهایی که به سادگی صورت میگیره معمولا تو طبقه متوسط مدرن ساده تر صورت میگیره تا توی طبقه متوسط سنتی یا طبقه برخور یا اقشار سنتی. برخورشون طبقه متوسط مدرن یک جایی تصمیم میگیره از هم جدا بشه و جدا شدن رو خیلی راحت میبینه و این دنیایی که آقای کام محمد کمیلی گفت بین دنیایی که ما آرزوهامونه با آن چیزی که واقعیت یه مقدار تضادها ایجاد کرده و بحران برای به هر حال طبقه متوسط، حالا اون طبقه متوسطی که اسمش رو می‌ذاریم مدرن که حالا شاید کاملا هم مدرن نباشه ولی در به هر حال نشانه‌های زندگی مدرن رو درک کرده، این هست. ولی این که دختر پسرهایی که الان با هم نمیتونن زندگی کنن تو فیلم خیلی راحت بر پایان هست. من پایان فیلمو خیلی دوست دارم که تو میگی چراغ رو روشن بذار که من بگم، تا حالا تاریک بوده و پای میگه چراغ روشن بذار و بگی. یه دروغ‌های کوچک به یک جدایی داره میرسه دیگه و شده واقعا نشده زیاد. دروغ‌های کوچک به جدایی رسیده دیگه. بله. شما دو تا خیلی همین از همین نستین دیگه، هر دو هم یه سال متولد شدین. بله. هر دو هم اصفهانی هستیم. آره نکته جالبه، خیلی جالب. هر دو تو کجا محله اصفهان بزرگ شدی؟ خیابونی هست توی اصفهان به اسم کمال اسماعیل که من اونجا به دنیا اومدم. تو کدوم محله اصفهان بزرگ شدی؟ من شاهین شهر بزرگ شدم اصولا. تو اون طرف بیرون طرف اصفهان. بله. آره این منطقه، این رفتی منطقه‌ای که بله اصفهانو بلد. منطقه خوب اصفهان. بله. بله.
ایشون در منطقه مرفه بزرگ شدن؟ ایشون مرفه. نه اصلا. ولی خب حقیقتش اینه که زمانی که من شروع کردم از اونجایی که من خب تئاتر نخوندم. من رشته من کامپیوتر بود، نرم افزار میخوندم. وظیفه که داشتم این بود که خب به تئاتر خیلی علاقه زیادی داشتم و من اونجا مجبور بودم دوتا رو با همدیگه هندل کنم. یعنی از یه طرف میرفتم دانشگاه سوره اصفهان که اون موقع کارگردانی و بازیگری اون سالها از شانس خوب من به شدت رونق داشت. آقای سمندریان مدیر گروه بودن و اساتید خیلی خوبی اومدن و من دیگه انقدر اونجا میرفتم و کارهای پلاتویی دانشجوهای دانشگاه سوره رو کار میکردم براشون و بازی میکردم که دیگه اکثرا استاد منو شناخته بودن، دیگه میشناختن منو. یعنی بیشتر از دانشگاه خودم اونجا میرفتم و خب در این حال اینم بعد رعایتش میکردم دیگه، برای همین کارم سخت‌تر میشد بیشتر. هر دو بازیگران نسل تازه این و حالا یه خورده حالا حامد از تو جلوتره، ولی سالهاتون خیلی تفاوت زیادی نداره و سالهاتون افتاده توی همین سالهای اخیر، توی همین دههای اخیر. چقدر شرایط امروز بازیگری رو هر کدومتون تحلیل خودتون رو بدین با شرایط 10 سال پیش متفاوت میبینید؟ چقدر احساس میکنید فضا براتون آماده است؟ چقدر احساس میکنید فضا بسته تر شده برای عرصه تجربه های شما، منظورم بازیگر؟ به نظر من فضا آماده تر شده آقای جیرانی. یعنی برای بازیگران جایی؟ برای بازیگری از جنس من آماده تره. 10 سال پیش سینمای ایران محدود به خیلی کم به نظرم میتونیم بینشون اشاره کنیم به فیلم های درخشان یا تجربه گرای. ماجرایی هم را افتاد که همه دنبالش رفتن و فیلم ها شبیه هم شد و این حرفا. من فکر میکنم شما اولش حرف خوبی زدین، تعداد کارگردان جوان جسور به سینمای ما اضافه شدن، با احترام به همه نسل های سینمای ایران که قطعا باید ریشه در خاک داشت، اما اینکه دست به کارهای عجیب غریب میبرن یا اساساً به جنس دیگه از بازیگری دارن اعتماد میکنن، این روزها خیلی رونق بیشتری داره تا اون ویترینی که از این ماجرا میشناختیم. این روزها خیلی راحت‌تر میتونی ملموس باشی، میتونی ریسک کنی در بازیگری. حتی ترجمه گفتمانت میتونه این باشه که الان بازی بیشتر دیده میشه تا صورت و چهره و شکل و شمایل. نمیخواستم اینو بگم بابت اینکه به هر حال باید مراقب بود که توهین نکنیم به کسی یا تعدادی از دوستانمون، اما الان انگار که استاندارده تغییر کرده دیگه. الان میشه به توانایی بازیگرا بیشتر اعتماد کرد تا اینکه متعلق به چه دسته‌ای از بازیگرهای زیبا یا غیر زیبا یا هر چیز دیگه هستیم. نمیخوام منکر اون شکل بشم، اونم درسته، اما تجربه امروز سینمامون داره حرفای بزرگ میزنه و میگه که این گودیه که رقابت درش بالاه و همه دارن تلاش میکنن و جنس دیگه یه دارن از خودشون رو میکنن. حداقل تو بازیگرای جوانتر من دارم زیادی ماجرا رو میبینم و باید خیلی دقیق و مراقب بود و مراقب انتخاب کرد. همین. خلیه تو چی؟ اگر که بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم توی این چند سال اخیر تعداد بازیگرانی که از تئاتر وارد فضای تصویر، سینما و تلویزیون شدن نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر شده و اگر فرق باشه تو بخش بازیگری این قضیه رو بررسیش بکنیم، مثلا قضیه خیلی جذابتر شده. یعنی نشون میده که سلیقه کارگردان‌ها، سلیقه فیلمسازها اصولاً داره میره به سمت اعتماد به بازیگری که صحنه رو تجربه کرده و بیشتر به اصل بازیگری انگار داره برمیگرده. از این بابت من به نظرم اوضاع خیلی بهتر شده، به اضافه اینکه ورود کارگردان‌های جدید و خوشفکر به سینما باعث به وجود آمدن تجربه‌های جدید فیلمسازی شده که ایتالیا اتفاقا یکی از همین نمونه هاست. استایل‌های جدید، نوع شکل‌های نگاه‌های جدید وارد شده و این برای بازیگرهایی که اصولا خارج از یک استایل خاص و مشخص میخوان بازی بکنن فرصت تجربه خیلی خوبی فراهم شده، برای اینکه حالا میتونن خودشون رو با کمی الینه کردن به این فضا و نزدیک کردن به این فضا بیان این روح تجربه گرایی توی نقشای متفاوت رو بتونن توی خودشون ارضا بکنن. و خب من خودم همین ویژگیتون خیلی زیاد هست، انتخاب هام هم اینو نشون میده که
اصولا روی یک خط و یک استایل شخصیتی خاص نموندم. این تجربه گرایی رو برام همیشه جذاب بوده، برای همین الان دریای آماده تریه برای شنا کردن برای من. چه خوب. پس الان سر دوره‌ایه که کمتر، یعنی آدما احساساتشون رو در نقشا بروز میدن، دوره خصاصت در واقع بروز احساسات و در واقع کمتر و یه جور در واقع بازی‌های که بازی نمی‌کنیم و بازی می‌کنیم در واقع. آی جیرانی، من همیشه تمام توانمو میذارم، یعنی برای من پلانی وجود نداره که جدی نباشه و از درون در من اتفاق نیفته تا من باور کنم درون میتونم. بروز اقراق‌آمیزی بیرون در بیرون اما پیدا نمی‌کنه. اما اینو میخوام بگم که در سلیقه من نیست. من ترجیح میدم که حتی بوی نفسم بوی اون لحظه اون کاراکتر باشه اما معقول بیرون بریزم. گفتم بهتون شاید که هدیه تهرانی بر من جذابه چون که انگار که نگه میداره خودشو و کمتر این ماجرا بیرون میریزه. حتی تو تئاترم اینجوری شده، یا حداقل در سلیقه من اینجوریه. من حتی وقتی روی صحنه وحدت هم تئاتر میبینم دلم میخواد که این شاخ و برگ اضافه چیده شده باشه و یک چیز معقولی به من تحویل بدین. همونطور که راجع به تئاتر شعیب گفتم، گفتم آقای آیش اینقدر راحت و آروم و بدون اضافه کاری داره کار میکنه که بعد اون وقت اگه یه حرکت کوچیک توی دستش انجام ده، من اونو میبینم، اون ریزیکاریه رو دارم میبینم. این جنس از بازیگری در سلیقه منه، نه اینکه بخوام بقیه رو محکوم کنم یا چیزی. یک سلیقه‌ای به نظر من داره حاکم میشه در سینما که اون سلیقه خوبیه، سلیقه‌ای که در واقع دیگه اون اغراق‌های سابق رو نمیپسنده در بازیگری. و شما هم نسلی هستین که دارین در همین ایتالیا من این نکته رو بگم که اون لحظه آخر رو تو خیلی خوب بازی کردی، لحظه آخری که این داره با حرف میزنه یکی از بهترین لحظه‌های بازیت بود. دوربینم رو تمرکز کرد، یعنی در واقع تمرکز کرد تو چشمات بدون آدم، بدون اینکه تو همون صورتت و تو نگاه، چون نگاه بازیگر حرف اصلیه بازیگره، در واقع با نگاه بازیگر حرفشو میزنه و نگاهش، و نگاه بی‌نظیری بود جفتتون. اون تیکه آخری که خود کاوه هم دوست داره عالی بازی کردی. تو همکارات کمیلی چه بازیگری رو الان دوست داری و ازش میتونی به عنوان یه بازیگر خوب نام ببری؟ تو همکار جدیدت، نه حالا از قدیم که خب برای خیلی اسم داریم بگیم، از نسل خودت منظورم. خب بازیگرای جدیدی که وارد شدن بازیگر خیلی خوبی وارد شدن. نوید محمدزاده بازیگر بسیار خوبیه. عرض کنم که من بازی امیر رو خیلی دوست دارم. امیر جدیدی؟ بله. و توی اینا توی بچه‌ای که جدید وارد این فضا شدن، یا آقایی که توی فیلم آقای مهدویان بازی کردن، هادی حجازی فر، که به نظرم از بچه‌های تئاتریه که خیلی خوب تونسته خوش الینی بکنه و خیلی هم خوب اومده جلو. تو بچه‌های جدید من اینا رو خیلی دوست دارم. این ستاره دوست. آره. و به نظرم خوب شروع کردن و امیدوارم خوبم ادامه بدن. رقابت جذابی شده میدونی؟ این رقابت تو دوست داری در این رقابت شرکت کنی؟ آره دیگه. اصلا من عاشق، من نمیدونم خوبه یا بد، ولی من یه ذره سرم درد میکنه واسه این چیزا. رقابت. آره. تو هم نسل خودت کی چه بازیگری میتونی نام ببری از هم نسل خودت که وارشتن؟ همین جدیدار میگم دیگه، به گذشته اصلا کار ندارم. همین چند سال اخیر؟ چند سال اخیر منظورمه. خیلی هن آخه. من پریناز ایزدیار خیلی دوست دارم. سالها 4-5 سال پیش بیشتر با هم کار کردیم، دوستش دارم. یعنی قطعا رفتار اون آدم هم با من توی این دوست داشتن تأثیر گذاره. اما من به خاطر داشتن یک بازیگر جوانی به سینمای ایران تبریک میگم، اونم ترانه علی دوستیه. آقای جیرانی، من ترانه رو خیلی دوست دارم. ترانه که جدید نیست. نه منظورم تو نسل خودمه. اشتباه کردم، من واقعا دوست دارم بازی ترانه. نسل جدیدی نسل نه نه اشتباه کردم گفتم، یعنی راست میگیم بازیگر جدیدی نیست ترانه. اما البته ترانه باید همسن شما باید. ترانه بله باید سن بله نه ترانه همسن منه فکر آره میکنم. آره آره. نه اصلا منظورم این آره بود که شاید هم حتما کوچیک‌تر باشه. آره نسل صادقانه متولدی ما حساب میکنیم گاهی وقتا، ولی گاهی وقتا نه راجع به نسل جدیدی که اومده کیو داریم آخه بگیم به من که من بگم که پریناز خیلی سخته گفتی دیگه، اون پریناز ایزدیار رو گفتی. چه نقشی بوده که حامد دوست داشتی بازی کنی از دست دادی؟
از دست دادم؟ یا نه اصلا تو فیلم ها دیدی و دوست داشتی اون نقش بازی کنی؟ آها، یا نقشی نبوده که الان بخوام اسم، مشخصا اسم ازش بیارم، چون که اصولا نقشی که دوست داشتم، یعنی زمانی با فیلمنامه هایی که خوندم و دوست داشتم که باش کارش میکنم، ولی یه نقشی هست که دوست دارم بازیش بکنم. نمیدونم گفتنش الان درسته یا نه، ولی من عاشق کوروشم. من یکی از رویاهام اینه که کوروش رو بازی کنی؟ بتونم کوروش بزرگ رو بازی بکنم. آره اینشالا که فیلم کوروش ساخته بشه. سال هم خواستم این کوروش رو بسن نتونستم بسن. امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته. آره آره. تو چی؟ بازی نکرده باشم؟ چه نقشی دوست داشتی که بازی شده و تو دوست داشتی بازی کنی مثلا؟ یکی دیگه بازی کرده یا حالا مثل این میتونی بگی منم نقش دوست دارم نقش همسر کوروش رو بازی کنم؟ نه نه، نقشی نیست واقعا که بهش فکر کنم. تو تئاتر چرا هست؟ یعنی نقشی در تئاتر وجود داره که دلم میخواد یه روزی بازیش کنم. اون هیچی. توی سینما خیلی بازم زیادن دیدین. خیلی بازیگرایی هستن که کاراشون رو دیدم و حسادت کردم وقتی که دیدم که خوش به حالتون، کاش مثلا این نقش رو من بازی میکردم. زیاد الان نمیتونی اسمش، برای سخته دیگه وقتی زیاده. مثلا نه میگم بهتون، مثلا تو دوره دانشجویی یکی از علاقه های من این بود که دوتا فیلم رو زیاد میدیدم، البته یکیش رو که الان هم زیاد میبینم. یکی گیلانه بود به خاطر که خانم معتمدداری یا بی نظیرن در گیلانه و من سعی میکردم حتی استایل راه رفتنشون رعایت کنم، اونجوری کمر خم به خاطر اون برنجکاری، اون فاصله که بین پاهاشون افتاده بود، من همه این چیزها جزئیاتشون رو دقت میکردم و دوست داشتم. یه جایی داره که به بهرام رادانی میگن میشوره بهرامو و بهش میگه که داماد بشی ایشالله، با اون لحجه گیلکی با مزهشون گذارم و این تو دهن من بود تا یه مدت. و یکی یه فیلمی هست که حال منو آروم میکنه اصولا، حالا غیر از ماجرای فیلمسازی و جهان سینما و علاقم، لیلای مهرجوییه. آقای مهرجویی یه فیلم عجیب ساختن به نظر من، یعنی یک جور زنانگی در لیلا وجود داره، یک آرامش عجیب غریبی در لیلا وجود داره. شاید اگر بین این همه فیلم بخوام انتخاب کنم، نقش لیلای حاتمی در لیلای مهرجویی برام جذاب. تو اون فیلمی داری مثل این دیده باشی که خیلی دوست داشته باشی، مثل گیلانه دیده باشی و خیلی مثلا نمی گیلانه مثلا او تأثیر گذاشته باشه از فیلم های ایرانی و مدت ها دیده باشیش و مثلا تأثیر فیلم رو دیده آره. باشه؟ چی؟ من با فیلم سلطان آقای کیمیایی آره بازی فریبر آقای عربنیا به نظرم دیوانه کننده بود برای من، و حالا با توجه به شرط سنی که حالا اون موقع هم داشتم فیلم رو میدیدم، اینجوری بودم که خوش به حالت، با اینکه خیلی هم آدم چیزی بودم، مثلا خیلی تو شرط خوبی هم نبود. نه آخه عجیبه که من در مورد تجربه سلطان هم اینجا و واقعا تا حالا راجع به موضوع حرف نزدم. پس خوب انتخاب شد این که ایتالیا 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 ایتالیا. اون فیلم اصلا چیز بود، حالا خارج از خود فیلم که حالا اون موقع میگم من به حد اندازه خودم میفهمیدم، ولی بازی بازیگر مرد آقای عرب نیا توی اون کار اصلا برای من تصور یک مرد و تصور یک آره این بود که خب دیگه این تهش اینجوری میشه دیگه. آه قرمز شما مثلا حسادت برانگیز نیست؟ حالا که گذشت نه دارم تعدادش حرف میزنم، مثلا چاشنم به سوری آقای فرهادی چرا؟ نه مثلا به قرمز مثلا من واقعا نقش معارضا فروتن واقعا نقش سخت و در این حال حسادت برانگیزیه برای هر بازیگر، یعنی از اون چیزاییه که تو میگی که کاش یه روزی منم یه فرصت اینجوری پیدا بکنم برای یک همچین نقشی با همچین ویژگی‌هایی، حالا نه فقط صرفاً اون، و بتونم بازی بکنم، چون که برای بازیگر اینجور چیزها یه گیفت خیلی بزرگه که میتونه توانایی‌های خودش رو نشون بده. نقش صاحب ویژگی‌هاییه که اصولاً میتونی تو خودت رو توش ثابت بکنی اصولاً، و قرمز این ویژگی رو داشت واقعا، و برازم با مرز فروتن تو بهترین شکلش هم اجرا شد. نه مرز فروتن خیلی بازیگر خوبی نه من میدونی آه جیرانی من به یک نتیجه رسیدم، تو میتونی بازیگر درخشانی باشی و اصلا اون نقش رو خیلی درخشان بازی کرده باشی به هر دلیلی، اما اگه فیلم دیده نشه، اصلا اگه پکیج کاملی نباشه فایده ای نداره. یه سری فیلم ها هستن که در تاریخ سینما خودشون رو ثابت کردن و موندن و دیده شدن و خیلی شانس جذابیه برای بازیگر که بتونه توی همچین شرایطی درخشان دیده بشه.
شما نقش دو تا آدم تحصیل کرده رو بازی کردید و دو تا نویسنده رو بازی کردید تو این فیلم و خیلی هم طبیعی بازی کردید. حالا میخوام این سوال سخت بکنم، آخرین کتابی که خوندی چیه تو؟ من الان دارم جای خالی سلوچو میخونم الان تو دستم. قبل از اون، قبل از این چی خوندی؟ سیر عشق آلن دو باتن رو خوندم. پس کتاب میخونی؟ بله کتاب رفیق من. کتاب میخونی، فیلم میبینی؟ فیلم میبینم، بیشتر از فیلم دیدن کتاب میخونم، اما فیلم هم زیاد. آخرین فیلمی که دیدی؟ آخرین فیلمی که دیدم واقعا فکر ایرانی اشکال نداره. خارجی؟ آره ایرانی که میبینی. فکر کنم آخرین فیلمی که دیدم دوباره، یعنی دیدم، چون من اخلاق دوباره فیلم دیدم، روم بود. کمتر از یک ماه پیش دیدم. فیلم چی دیدی؟ فیلم آخرین فیلم ایرانی که دیدم خارجی. آها آخرین فیلم خارجی که دیدم، من راستش الان چیزی که الان یادمه کار آقای ایناریتو بود که مجذوبش شدم. یعنی دوباره از اون زمانایی بود که پای فیلم بلند شدم و گفتن که خب همون فیلمی که فرستادی گفت خرسه بهتر بازی می‌کرد از حالا دیگه ایشون آره. حالا ایشون من دارم نظر خودم، من ولی بلند شدم به احترام فیلم و بازی های دیکاپریو. آره دیکاپریو بهتر بازی می‌کرد. آره حالا ایشون خرسه رو دقت بیشتری شاید کردنش، ولی به نظرم که فیلم از اون فیلمایی بود که بعد از مدت‌ها یه دفعه فیلمی بود که اومد و با یک استایل جدید تماشاچیشو تکون داد و رفت. آره دارکوب، یه توضیح میدی راجع به نقش دارکوب؟ اجازه بدید، چون نمیدونم تا چه اندازه اجازه دارم راجع به اون نقش حرف بزنم، چیزی نگم راجع به خیلی دوست دارم، به اندازه انرژی که برای دارکوب گذاشتم دوستش دارم و منتظر با همه وجود منتظرم دارکوب رو ببینم. تو امسال فیلم تو فستیوال داری یا نداری؟ بله من یه فیلم با آقای داریوش یاری کار کردم که فعلا تو مرحله میکس و مونتاژ و امیدوارم که امسال به چیه اسمش؟ اسمش رو الان عوض میکنن، اسمش جهنم خیس بود که الان اسمش عوض شده، ولی پارسال توی زمستون پارسال گرفته شد توی شمال و حالا فعلا داره تو مرحله صداگذاری ایناش داره به سر میبره. امیدوارم که به جشنواره امسال برسم. من به جفتتون مجددا تبریک میگم و من خوشحالم که ایتالیا رو بازی کردید و نقشتون هر دو خیلی خوب بازی کردید. بهتون تبریک میگم، به کاوه سباق‌زاده تبریک گفتم و امیدوارم هر دوتون بعد از این فیلم، انتخابایی که کردید، حالا فیلمایی که بازی کردید و فیلمایی که بازی خواهید کرد، انتخابایی باشه که قدر و منزلت خودتون رو بدونید و در واقع جایگاهتون رو رشد بدید و در واقع ما سال آینده باز با فیلم‌های بهتری از شما و بهتری از شما متشکرم. برای جفتتون آرزوی موفقیت دارم. متشکرم. منم میخوام همینجا از شما دعوت بکنم که نمایش رو ببینم. نمایش رو تشریف بیارید. آره و امیدوارم که دوست داشته باشید. مرسی از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه بودن. ممنونم. شب بخیر.